محله ما. در این برنامه میخوایم بدونیم و ببینیم در محله ما و محله شما در هر جایی که هستیم چه خبره. این برنامه به مدت یک ساعت به صورت زنده پخش خواهد شد. محله ما. بینندگان عزیز و هم محلهای بسیار بسیار گرامی، خوشحال هستیم که یک هفته دیگه گذشت و در خدمت شما امشب هستیم. ساعت 8:30 به وقت شما عزیزان در ایران و البته عزیزانی که این برنامه را از طریق فیسبوک هم میبینن، سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان. و اگر شما خارج از ایران هستید، طبیعیه که بتونید ساعتتون رو با ساعت ایران تطبیق بدید. ولی خوشحال هستیم که یک بار دیگه این افتخار نصیب من و شمیران شده که بتونیم از این طریق شما عزیزان رو خدمت بکنیم. و همین را در فکرم برسه که اگر روزی ما بیایم اونجا در ایران خدمت شما، ما میخواییم همه شما رو چجوری نگاه ببینیم؟ خیلی هستید و نه؟ چون که شما هم ملای عزیز و گرامی ما هستید. منم سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز. خیلی خوشحالیم که خداوند باز فرصت بخشید با یه برنامه دیگه در خدمت شما باشیم، مهمون خونه های گرم شما باشیم. شما مهمون قلب ما هستید، در محله عزیز ما. امشب میخواییم به ادامه موضوع هفته گذشته بپردازیم در مورد اعتیاد. و چون به علت تماسای زیاد و به علت کمبود وقت نتونستیم مطلب رو اعتیاد رو تموم بکنیم و پیامک های شما عزیزان رو حتی نتونستیم بخونیم، در نتیجه امروز میخواییم پیامک های شما که بسیار برای ما ارزش داره، عزیز هستیم و باعث برکت خیلی و خود ما میشه، اونا رو بخونیم و همینطور مسئله اعتیاد رو نیز با هم دیگه ادامه بدیم. بله حتما شما این کار رو میکنیم، چون که شما عزیزان احترام خاصی پیش ما دارید و مطمئن باشید که نهایت سعیمون این هستش که پیامک ها رو حتما بخونیم. اگر شما تلفن مستقیم دارید که خب طبیعی میشنوید، ولی پیامدها خیلی مهم هستن و بعضی وقتا وقت نمیشه برسیم، اما هیچ دلیلی نداره که اونها رو خدمتتون نخونیم. اما قبل از اینکه من پیامک های خود قدیمی تر رو برای شما عزیزان بخونم، خب میدونید که راه های ارتباطی داره هر برنامه زنده. برنامه محله ما هم راه ارتباطی خودش رو داره. مثلا یک شماره داریم، شماره تهران هست که شما از اون به راحتی میتونید با استودیو در تماس باشید. اگر خارج از تهران هستید، کد 031 نگیرید، همون 0 و شماره رو بگیرید و میتونید با ما مستقیم در استودیو تماس داشته باشید. تشویقتون میکنم که اگر دوست داشتید حتما این کار رو انجام بدید. اما کانال تلگرام ما خیلی مهمه که امروز که برنامه زنده داریم، با امید و خدا تیم همه سعی میکنیم که فردا عزیزان این صوت برنامه رو میذارن روی تلگرام. اگر نمیدونید، هنوز عضو نیستید، اگر شماره منو دارید میتونید از من درخواست کنید، یا نه زیر صفحه گیرندتون همه این اطلاعات در اونجا هست و میاد. اگر اجازه بدید من شروع بکنم برای پیامک ها و پیامک ها رو به ترتیب براتون بخونم. دوست عزیزی فرمودن با سلام و خسته نباشید خدمت برادر عزیز و خواهر عزیزم، امیدوارم در خداوند سلامت باشید. ممنونم از زحمات و برنامه بسیار زیباتون هم محله های عزیزم. با سپاس از شما از این برنامه زیبا که ترتیب آن را می دهید و مشکلات مسائل اجتماعی درس عبرتی میشه برای دیگران. تشکر میکنم برای وجودتون. ما نیز همچنین تشکر میکنیم از شما بیننده بسیار عزیز و گرامی. و همچنین یک شهادت بسیار زیبایی در خصوص، البته زیبا که میگم، ولی شهادتی که دادن در خصوص مسائل خیانت بود. اگه خاطرتون باشه مدت ها پیش در مورد خیانت صحبت کردیم، 3 برنامه، و ایشون فرمودن من سال 93 متوجه شدم همسرم 8 قبل به من خیانت کرده و یک زن و بچه دیگه داره، در حالی که دختر من 12 بود. بعد از اقدام کردن برای حقوق قانونی خودمون، دخترمون رو رها کرد، منو رها کرد و به کشور خارج فرار کرد. من موندم و دخترم بدون هیچ پولی. درست قبل از اینکه این اتفاقات بیفته، کتابی به نام 4 اثر از فلورانس میخوندم که دنیامو عوض کرد و اینکه به این فهمود که خدا انسانها رو به وجود آورده که این در این دنیا لذت ببرن و از لحظه لحظه زندگیشون استفاده بکنن، و اینکه میگفت تمام شدنی ها رو تو انجام بده و تمام ناشدنی ها رو به من بسپار. واقعا به جرات بگم من اون موقع خدا رو لحظه به لحظه حس میکردم. من چقدر از اینش گفتم زیباست که واقعا شدنی ها رو ما انجام میدیم، ولی ناشدنی ها رو واقعا باید خود خدا انجام بده که اونها رو به حضور مبارک او بیاریم. اما بیننده عزیز دیگری فرمودن برنامه واقعا عالیه. قبلا به دلیل مشکلات زیادی که داشتیم با بردمیتن و شمیران در مشارکت بودم، اما
نمیتونستم برنامه رو داشته باشم تا اینکه لینک برنامه ها ارسال شد و زمان پخش اونها به دستم رسید و حالا هر جا که هستم میتونم با دلگرمی و راحت با تسلی خاطر اونها رو بشینم بتونم نگاه کنم و بشنوم از در کنار تعلیم خادمین عزیزی چون تیم 107. برکت خدا به همه شما باشه. ممنون بابت این برنامه. ما هم تشکر میکنیم از شما دوست عزیز و گرامی. یه دعای طولانی هم هستش که در آخر برنامه اینا رو خدمتتون میخونم و دوست دیگری هم اینجا فرمودن که از برنامه‌های تعلیمی شما عزیزان سبب رشد ما میشه. تشکر میکنم و از خداوند و عیسی مسیح درخواست میکنم که فیض و قدرت او در شما استمرار داشته باشه. خداوند شما زوج عزیز رو از فیض به فیض، ایمان به ایمان تبدیل کنه، چون شما عزیزان باعث میشید که خدا ما رو تبدیل بکنه و ما واقعا تشکر میکنیم از شما عزیزان. اما به پیامک ها ادامه میدیم شمیران و خوب خواهد شد بینندگان عزیز بدونن. حتما گفتم که این همه مهمه شما عزیزان، چون باعث تشویق و تشویقی و آرامش و همطور تشویق عزیزان میشه اونا که میشنون. عزیز گفته تشکر میکنم به خاطر انتخاب موضوع هایی که واقعا در جامعه ما موزل شده و خواهش میکنیم بیشتر به این مسائل بپردازین. حتما عزیز، حتما ادامه خواهیم داد و خیلی ممنون که واسه تشویق هستی. بله دقیقا، به خاطر اینکه خب محله ما یعنی هر چی که تو محله میگذره خوب و بعد هر چیزی که هست رو با امید خدا بتونیم بررسی کنیم. اما بیننده دیگری هم فرمودن من خودم از کسانی هستم که کل زندگیم در اعتیاد نابود شده. متاسفانه دیشب موفق نشدم. خب طبیعی است که مال هفته گذشته رو میگه برنامه مرا رو ببینم، ولی امروز بازپخشش رو دیدم. متاسفم برای بعضی از افراد وقتی نزد اونها از مسیح صحبت میشه فکر میکنن که از لحاظ پوشش و کارهای ناشایست کاملا آزادن، هر چی که دلشون بخواد بکنن، چون که بیننده این چنین میگه. مثل صحبت‌های اون آقایی که میگفت تو دین مسیحیت هر زنی هر مردی میتونه با چند زن یا چند مرد رابطه ناشایست داشته باشه. این چنین افراد همچنین مورد و همچنین موردها رو برای خواهر یا خانم خودشون اگر انجام بشه نمیپسندن. یعنی همون آره که دارن میگن دیگران این کارو میکنن، اگه برای خودشون انجام بشه یا خانومشون خواهرشون نمیپسندن. متاسفانه تو کشور ما خیلی این مسائل رواج پیدا کرده و برای این موضوع متاسف هستیم. و همچنین بیننده دیگری فرمودن سلام به من و شمیران دادن. ممنون از برنامه شما. فیض و برکت خداوند بر شما. تشکر میکنم، خداوند به شما برکت بده. مرضیه هستم، حرفای این آقا رو شنیدم، خیلی ناراحت شدم. ما ایماندار هستیم و این حرفا درست نیست و توهین‌هایی که میکنن حرفایی که در مورد مسیحیان میگویند. خداوند برکت به ما داده، ما ایماندار هستیم. چقد عالی شما فرمودید. واقعیتش اینه که ما بله مورد توهین و تهمت حتی قرار خواهیم گرفت، اما ما ایماندار هستیم با رفتار و اخلاق ایمانی خودمان. دقیقاً. عزیز دیگه میگه سلام، خسته نباشید، من از طریق برنامه شما با تعلیم کتاب مقدس آشنا شدم و حسابی مجذوب شدم. چگونه میتونم کتاب مقدس رو تهیه کنم که بعداً با شما تماس گرفته خواهد شد که چجوری؟ خیلی ممنون از تشویقتون. عزیز دیگه گفته که انسان‌ها گاهی نمیدونن چه میخوان، دارای فرزند نیستن، آرزوی اون رو دارن ولی وقتی که دارن چنین اعمالی انجام میدن. صحبت بالاخره پدر مادر و تصمیم و انتخابات اشتباه بود. خیلی ممنون از شما بیننده عزیز. برای این دقیقا اشاره به همون داستانی است که تا چند لحظه دیگه من بازگو خواهم کرد و میگن که بعضی وقتا واقعا پدر مادران چه اشتباهات بزرگی در رابطه با زندگی فرزندان خودشون میکنن. دوست عزیز دیگه دعا فرستادن که باز در آخر برنامه با امید خدا برسیم به آنها. اما مطلب دیگری را هم از بیننده عزیز و گرامی هم محله گرامیمون نوشتن سلام بر دوی ما دادن. بعد فرمودن بعدم این تناقض شما رو دوست دارم که هزاران بار خدا رو شکر میکنم که همسر خوبی مثل خواهر شمیران رو خدا به شما داده تا کنار هم خدا رو خدمت کنید. ما هم شما رو دوست داریم، برای این هم هستش که اینجا هستیم. خواستم شهادت بدم از زندگی خودم تا باعث بنا شدن دیگر خواهر برادرانم باشه. من در خانواده بزرگ شدم که سه برادر معتاد داشتم و در آن محیط خودم نیز گرفتار اعتیاد شدم. یکی از برادران رو از دست دادم، ولی خدا رو شکر برای امروز دو برادر دیگرم 6 سال هست که پاک هستن و قلبشون رو به خداوند دادم. خدا رو شکر. البته من الان کلی برادر در خداوند دارم، آمین. ولی میخوام بگم به کسانی که در خانواده فرد معتاد دارن، بدونید که خداوند عمل میکنه. به خدا اعتماد کنید.
به این عزیزان مثل یک بیمار نگاه کنید و براشون دعا کنید. خداوند از طریق مختلف عمل میکنه. از کارهای عجیب خداوند این که از وقتی قلبم رو به خداوند دادم کلی معجزه دریافت کردم. ولی یکی که باعث تعجب اطرافیانم شده این بود که به خاطر مصرف ماریجوانا قسمتی از حافظم رو از دست داده بودم، ولی چنان کلام خدا را در موقع مناسب از حفظ میگم که این معجزه است دیگه. و نام خدا را جلال میدم که باعث شگفتی اطرافیان من شده است. به به، چقدر عالی. عالی، خدا رو شکر. بعد پیغام دیگه است، سلام به بچهای محله. با اینکه نمیدونم موضوع برنامه امشب چیه، چون من دسترسی به گیرنده ندارم، یک ماه میشه که فقط فایل های صوتی رو گوش میدم. از همین جا برای همه مردم دنیا از خداوند خواهان آرامش هستم. هیچ ارزش محبت رو نداریم، چون که خداوند ما محبت دوست داره. شما بچه های حمله رو جابر هستم و همطور دعا برای زندگیشون خواستم. بح بح. مرسی حملی عزیز، جابر گرامی و محترم. و ادامه بدم، مسلم از شیراز فرمودن درود بر شما، ممنون از برنامه خوبتون که واقعا خیلی مربوط هست به زندگی امروز در ایران. 10 سال و 9 ماه هستش که پاکم، شکر، و نزدیک 3 ساله که ایمان دارم. ترک اعتیاد من فقط از طریق کلاس های ان ای بوده و تنها راه نجات از طریق عیسی مسیح بوده و هست، و خدا رو شکر میکنم که خداوند منو نجات داد. فقط خواستم شهادت بدم که یه باور باشه برای بقیه گرفتاران در دام اعتیاد. خدا بهتون برکت بده. مسلم عزیز، همچنین به شما برکت بده، به خاطر اینکه شما موجب برکت دیگران میشید. و از این لفظی که فرمودید خیلی خیلی درسته. من از طریق کلاس های ان ای ترک کردم، اما از طریق عیسی مسیح نجات یافتم. به به، چقدر عالی. آمین. عزیز دیگری، سلام برادر میلتن و خواهش میران نازنین. با این همه گرفتاری در زندگی، با دیدن شما خانواده ایمانیم شاد و انرژی پیدا میکنم. برکت شکر بر وجودتون باشه هم بله عزیز، و همینطور برکت برای شبکه با تمام، برای همه عزیزان. خدا شما رو نیز برکت بده. دقیقا. و اما آخرین رو هم اگر شما میران برای ما بخونید خیلی ممنون میشم. که فرمودن شایان، برای شای موف نظرش رو در مورد مسیحیت که دین پاکی است گفتن، خداوند همه راه ها رو به ما نشان داده و ما باید خودمون انتخاب بکنیم در کلام خدا. دقیقاً. و انتخاب با ماست. عزیز. و مرسی شاین عزیز. اما همین الان چند تا پیامک هست، اجازه بدید اینا رو هم نقد کنیم و نذاریم برای هفته بعد دیگه وارد موضوع میشیم. فرح خانم عزیز فرمودن با سلام به دو زوج مهربان گرامی بعدم میلتن اختیار دارید و جون و عمرم خواهرشم ایران. میخواستم بگم پای برنامه نشستم، دارم گوش میدم برفای محله ما و شما دوست و همه شما عزیزان و دوستتون دارم. ما هم همچنین شما رو فرح خانم خیلی دوست داریم، هم محله ما هستید هر جای این دنیا که باشی. تشکر میکنم. و خواهره از ارمنستان پیغام دادن، البته به فارسی، که منم بارفتز بگم شاد شاد شما آلتیونتر گرل استرتسمن و روزم ملاک هایرن آسم بارفتز. و فرمودن خدا رو شکر به خاطر وجود شما، خداوند و پدر خداوندمون عیسی مسیح به شما فیض و برکت بدهد، آمین. اما زهرا خانم چی میگن شمیران؟ سلام و عرض ادب خدمت شما برادر میلتن و خواهر شمیران. پیشا پیش میلاد مسیح موعود یگان منجی عالم بشریت رو به خواهر و برادرم و همه خادمین خداوند در شبکه سسیم پارس تبریک و شاد باش عرض میکنم. منم مدیون خداوند و تلاش های شما عزیزان به خاطر نجات و آزادی خودم در عیسی مسیح خداوند هستم. خدا رو شکر برای وجود خواهر زهرای عزیز، برای پیغام عالیشون. و مینو خانم هم فرمودن با سلام و ادب حضور گرامی بعدم بهتر شما خواهر شمیران، خواهش میکنم به این موضوع بیشتر بپردازین. اعتیاد ریشه خانواده منو سوزونده و بسیار دیگر خانواده های آبرومند ایرانی را. ضمن سلام به شما مینو خانم، همین کار هم انجام بدیم و در نهایت در برنامه مختلف محله ما معمولا برمیگردیم به موضوع موزل اعتیاد، نه صرفا فقط اعتیاد به مخدر، بلکه همه گونه اعتیاد آن. و نهایتا جعفر عزیز رو هم عرض بکنم و یه پیامک دیگه هم داره میرسه، اما بذارید جعفر عزیز رو هم سلامی خدمت جعفر جان بدم. و بعد فرمودن سلام برادر عزیزم کشمیلتن خواهرشون میلان، مدتی است کسب و کارم از رونق افتاده، من دچار تر شدم، لطفا برای رشد ایمانم دعا کنید تا حکمت خدا برایم آشکار شود. متشکرم جعفر از ایران لرستان. چقدر عالی، همه جا حملای گرامی داریم. جعفر جان من اینجا نوشتم و مطمئن هستم که همکار گرامی ما در لیست دعا شما رو وارد خواهند کرد. خدا برکتتون بده. بسیار عالی. اما تا پیامک های دیگه بیاد اجازه بدید که ما برنامه رو دیگه پیش بریم. تقریبا 14 دقیقه 15 دقیقه از برنامه گذشت و من داستان
هفته گذشته رو فقط خدمتتون بازگو کنم و از نکات مونده آن داستان بخوایم این برنامه رو بیشتر جلو ببریم. حالا چرا داستان؟ به خاطر اینکه وقتی که داستان‌های واقعی وجود داره میتونه از درون آن نکات جذابی رو بکشیم بیرون که میتونه امروز با شما من حرف بزنه و این یکی از میلیون ها داستان ها هستش که یک دختر روستایی بود و پدرش در روستا خیلی فقیر بود، چند تا فرزند داشت پدرش و به خاطر اینکه نمیتونستن وضعیت مالی خوبی نداشتن، تحصیلات بالاتر داشته باشن تا همان مقدار ابتدایی درس خوندن و این دختر 17 ساله میبایستی در روستای خودشون تبعیض که کارهای سخت کشاورزی انجام بده و شما میتونید تجسم کنید این دختر 17 ساله آرزوهای بزرگی داشته، لابد انتظار داشته با یک نفر دوست بشه، آشنا بشه، عاشقش بشه، بعد ازدواجی انجام بگیره بره، ولی یک مردی بالاخره میاد پیش پدرش 40 ساله که پدر اون مرد خیلی خیلی ثروتمند بوده، اما میدونسته که پدر دختر میدونسته که این شخص معتاد هستش و همچنین ناراحتی قلبی داره، اما این موضوع رو به دختر 17 سالش نمیگه و به خاطر مسائل مالی، یعنی یه طوری چه بگم، شاید بتونیم بگیم دخترش رو میفروشه دیگه به خاطر مسائل مالی و متاسفانه دختر رو مجبور به ازدواج میکنه و دختر میگه من وقتی که سر سفره عقد نشستم با مردی که 23 سال از من بزرگتر بود نشستم، به هر حال زندگیشون ادامه پیدا میکنه در یک خانه مجلل، پدرش ثروتمند بود، دارای املاک و خونه‌های مختلف، تا اینکه دختر متوجه میشه، بالاخره نمیشه که متوجه میشه که شوهرش معتاده، نهایتا سعی میکنه اونو کمک بکنه، ترک بکنه، نمیشه، به پدرش هم میگه، به پدر پسر که تو هم بیا همکاری بکن، نمیشه، تا اینکه مرده میفهمه و دختر رو تهدید میکنه، میگه یا طلاقت میدم یا همینه که باید بسوزی و بسازی. ایشون هم میگه که منم مجبور بودم بسازم، یه پسرم داشتم در اون موقع، و نهایتا به خاطر اینکه اون دوست برای خودش پیدا کنه، یعنی شوهرش، میاد ایشون رو هم چیکار میکنه، به این راه میکشه و این دختر نازنین که حالا ازدواج کرده و باردار هست برای پسر دومش آلوده اعتیاد میشه و وقتی که این اتفاق میفته ناگهان ایست قلبی پیدا میکنه، شوهرش میمیره و چون که میمیره و حالا خود دختر یعنی عروس این مرد ثروتمند معتاد شده، پدر شوهرش نمیخواد اینا رو کمک بکنه، حتی نوه‌هاش رو نمیخواد کمک بکنه، پس این دختر یهو میمونه با یک دنیای بسیار بسیار عجیب و غریب و مجبور میشه، در داستانش میگه که من دیگه نمیتونستم برگردم پیش پدرم و از این برم پدر شوهرم منو قبول نمیکرد، با دو تا بچه مجبور شدم تن فروشی کنم و خود به خود به باند قاچاق کشیده میشه، تا یه روز دستگیر میشه، میندازنش زندان و بارها خواسته خودکشی کنه و حالا در یک حالت بسیار روحی روانی بدی قرار گرفته، میگه بسیار پشیمونم اما واقعا دیر شده و نمیدونه چه بر سر بچه‌هاش خواهد اومد. این داستانی بود که هفته گذشته خدمتتون اعلام کردیم و با توجه به این داستان ما به زندگی این خانم که پرداختیم، به عوامل از تو این داستان کشیدیم، ولی مثل اینکه تلفنی. بله دقیقاً یک تلفن داریم، این تلفن رو میگیریم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بیننده عزیز و گرامی، بفرمایید. درود بر شما برادر میمتن عزیز، من خیلی خوشحالم که در برنامه‌تون شرکت میکنم و واقعا من برکت میگیرم وقتی که میشینم صحبت‌های روحانی و نورانی شما و خواهر عزیزمون رو میشنوم، بسیار سپاسگزارم. من متاسفانه در سال‌های گذشته اشتباهاتی در زندگیم داشتم و چندین سال رو در تاریکی و ظلمت اعتیاد گذروندم و الان خوشحالم که من بارها راستشو بگم جلسات ان ای رو رفتم و خیلی وقت شده که دیگه از ته دل آرزوی تمام شدن عمرم رو داشتم، اما بعد از مدتی که به نظرم اون چیزی که من رو از تاریکی در آورد نام عیسی مسیح بود، اطلال در نام عیسی، که من با دوستی آشنا شدم و تونستم پس از اینکه سالها تلاشم بی نتیجه مونده بود که خودم رو به زندگی برگردونم، دوباره بتونم در نام عیسی مسیح در دنیا زندگی کنم و نور رو ببینم. خواستم به همه بگم که واقعا هیچ وقت ناامید نشن. کسانی که در ایران زندگی میکنن سختی‌های زیادی رو دارن، مشکلات فراوان، متاسفانه راه اعتیاد براشون بازه و تبلیغ زیادی میشه، اما
میخوام که بگم که هیچ وقت حداقل ناامید نشید. میدونم کسانی هستن و من خودم دوستانی رو دارم که در پای همین برنامه دارن نگاه میکنن و میخوان که به برکت دعای شما اینها یواش یواش به سمت نور بیان. به نظرم اصلا شاید اشتباه گفتم یواش یواش، چون اسم عیسی که میاد کلن میگه تماما نور میشه. اصلا ما دیگه وقتی چراغ روشن میشه دیگه تاریکی وجود نداره. ازشون میخوام که به حرف هایی که نامید کننده است گوش ندن. این دوتا من متاسفانه بعد از سالها که الان اجازه قبل میدینم و ناراحتم، از کسانی ناراحتم که متاسفانه این جلسات رو، این کسایی که مثلا در کلیساهای خانگی دور هم جمع میشن رو دارن یک جورایی اذیت میکنن با آزارهای زبانیشون در اخبار در این مروبت. من میخواستم این به اینا گوش ندید. من خودم به خاطر اینکه وقتم دیگه متاسفانه خوب آزاد هست، زیاد هست، من این اتفاقا از شما میخواستم به ما یه راهنمایی کنید. من بیشتر وقتم رو با تلویزیون و برنامه های مفیدی که هست در ماهواره میگذرونم. این روزها من متاسفانه میخوام بگم ناراحتم از کسایی که توی خود ماهواره که دیگه در ایران نیستن، نمیدونم چرا اصلا کلا با دین مخالفن، فقط اسلام و نمیدونم اینا فرقی نمیکنه. یه طرف مثلا میاد با دین مخالفت میکنه و حتی به ما مسیحی ها یک ایمان دارن که برای مثلا ایمانشون دارن سختی میکشن تو ایران رحم نمیکنن. از اینها میخوام بگم و واقعا براتون دعا میکنم که از این حالت در بیایید. در شبکه این مناطق که یک شبکه هست من همیشه نگاه میکنم، از خانم پانتام مدیری انتظار نداشتم. ازشون باز میخوام که شما هم بار دیگه نگاه کنید و این اخبار اینجوری رو انعکاس ندید که انگار ماها مثلا داریم کار اشتباهی رو میکنیم که در کلیسای خانگی جمع میشیم، یا به مثلا داریم به عیسی مسیح ما داریم توجه میکنیم و زندگیمون رو در این راه گذاشتیم. این برای من ناراحت کننده بود. دوست داشتم بگم بیننده ها هم نگران نباشن، بالاخره کسانی هستن مثل شبکه ستسون عزیزم و آقای میتن عزیزم و خواهر عزیزمون که کنارتون نشستن که ما بهشون دلخوش هستیم. ممنونم. مرسی، خیلی ممنونم. تشکر از اینکه تماس گرفتید و هم شهادت زیبا دادید و خدا رو شکر میکنیم برای وجود شما که خداوند شما رو نجات داده، نه فقط مسئله ترک بلکه نجات داده، و مخصوصا از درد دلی هم که فرمودید و شما کار درست میکنید. در جایی که محدودیت دارید، خب خدا رو شکر که این جعبه تلویزیون میتونه کتاب مقدس براتون باشه، کلیسا باشه و کلاس تعلیمی باشه، و نهایت سعی ما هم این هستش که شما دوست عزیز رو هم کمک بکنیم. حالا اگر بعضی و بعضی چیزهایی هم بگن شما به اونها گوش ندید. واقعا من اتفاقا همین هفته های گذشته در رابطه در کلیسامون به همین موضوع میگفتم، ببینیم خداوند به ما چی میگه و خدا رو شکر برای عظمت و جلال نامو. شما چیزی دارید برای نه فقط تشکر میکنم برای شهادت بسیار زیباتون و دعای ما اینه همونایی که میشنونم هم همین نجات رو داشته باشن. بله دقیقا. و اتفاقا برای شما عرض کنم هم علای عزیز، آخر این برنامه دعای مخصوصی هم برای عزیزانی که در اعتیاد هستن خواهیم کرد، حتی اگر بشنون نشنون این رو ما انجام خواهیم داد. بله شما میرون، شما میفرمودید در این راستان. با توجه به این داستان و زندگی این خانم ما به عوامل پرداختیم. من میخوام تون برم چون میخوام امشب تموم کنیم. با عامل اول پرداختیم، این زن به خاطر اینکه فقیر بود، فقر مالی پدرش او رو وادار میکنه. پس یه عامل ممکنه نداری فقر باشه و مردم سراغ این مسائل برن. و مسئله دوم بود که به پسری، همطور که شنیدید، برای به او رو پدرش به پسری میده که 23 سال ازش بزرگه، دوستش نداره، معتاده و مریضه. همه اینا خودش عامل هستن. در نتیجه ازدواج‌های ناخواسته یا تصمیمات اشتباه پدر مادر، انتخابات نادرست پدر مادر ممکنه زندگی آینده بچه رو عوض کنه، که امروز پیغام برای من و شما مادر هست. و نکته سوم رو که پرداختیم، فشارهای روحی روانی و مشکلات خانوادگی بود که نصفه مود و الان میریم که به اون بپردازیم. بله دقیقا. من فقط نمیخوام حجم پیامک هامو زیاد بشه، اجازه بدید در این فاصله هم دیگه بخونیم اینو. و مریم عزیز زمین سلام به شما. مریم عزیز فرمودن سلام، وقتتون بخیر، ممنون از این همه زحمتی که میکشید، خدا بهتون برکت بده، در پناه عیسی مسیح در امنیت و سلامت باشید، همچنین برای شما مریم عزیز و گرامی. و مینو خانم هم دوباره سلام عرض میکنم، نمیدونم همه مینو خانم هستن یا نه، به هر حال فرمودن همسر من که الان 38 سال معتاده
و به دنبال اون دو تا از فرزندانم یکیشون خوب شده، ولی همسر و فرزند دیگه هم همچنان گرفتارم. دعا کنید آنها به درمان برون. این کارو حتما انجام خواهیم داد، خواهیم داد و همینطوری که بیننده عزیز زنگ زدن و تشویق کردن، هیچ وقت ناامید نشیم. امید از خدا هیچ وقت بریده نمیشه. جابر چی میگن شما بیران؟ سلام خدمت همهلای عزیز. بیماری اعتیاد تعریف خاص و روشنی نداره. اینو بگم که مصرف مواد مخدر سرپوشیه بر تمام احساسات خوب و بد یک فرد معتاد. بیماری اعتیاد فراتر از مصرف مواد مخدره. اگر در یک نقطه متوقف نشه مرگ‌آوره. بیماری اعتیاد تنها به مصرف مواد مخدر و الکل خاص نمیشه. اینها تنها قسمتی از بیماری اعتیاده، اما یک معتاد جانی نیست، یک بیماری روانی و احساسی است که درگیر رفتارهای غیر معقول میباشه و تنها یک معتاد میتونه به یک معتاد کمک کنه. دوستدار شما جابر. خیلی ممنون. من دقیقاً جابر جان همینم واقعیتش هستش. برای همین هستش که ما شاهدین هستیم. خود من اینجا عزیزان شاهد هستم برای این مسئله، برای اینه که میتونیم برای همدیگر امید بخش باشیم. تا پیامک های دیگه بیاد و اگر شما دوست داشتید با استودیو مستقیم زنگ بزنید و شهادتتون رو بدید، مخصوصا اگر در رابطه با برنامه هستش، خیلی خیلی خوشحال میشیم. منم ادامه بدم نکته بعدی از این داستان بسیار بسیار تلخ، و این یکی از میلیون ها داستانه. ما نمیگیم که اگر یک شخص این روند رو بره حتما گرفتار اعتیاد میشه، نه، ولی ما دوست داریم که شما بدونید چه اتفاقاتی میفته. از مسئله فقر و غیره میبینیم که نکته بعدی برای این خانم مشکلات خانوادگی، روحی، روانی، مخصوصا در زمان جوانی خیلی اتفاق میفته. ناراحتی‌های، فشارهای، ناراحتی‌های تنهایی. تنهایی درد بدیه. من خودم داشتم میفهمم چی میگن. پدر و مادرها، نزدیکان و شکستهای عاطفی، اختلافات خانگی، مخصوصا داشتن والدین معتاد، همه اینا میتونه دست به دست هم بگیره و برای آلوده کردن یک شخص دیگه واقعا کمکی باشه. شما ممکنه با آرزوهای طلایی حتی به یک دانشگاه برید. شما فکر کنید پدر عزیزتون، گرامیتون زحمت کشیده شما رو به دانشگاه فرستاده. یک زمان مجانی بودن همه این دانشگاه، حالا اینطوری نیستن. شما به دانشگاه رفتید و با یک دوستی آشنا میشید، چه دختر چه پسر، ولی نمیدونید یهو میبینید اون شخص دانشجوی دیگه معتاده و شما بر اثر این دوستی یهو خدای نکرده معتاد میشید. پس مثل یک گربه این اعتیاد گویا حاضر آماده است که بپره. من و شما باید مواظب باشید. من خودم یه مثالایی بزنم خیلی سریع. وقتی که ببینید شما و من با پدر و مادرمون دوست نباشیم و فقط پدر رو فرمانده کل ارتش بدونیم، مادرمون هم طفلی، بالاخره حالا انواع اقسام مادران عزیز و گرامی هستن، نمیتونیم درد دلمون رو به اونا بگیم، نمیتونیم گرفتاری رو بگیم، بریم به دوستان دیگه‌مون بگیم. مجبور یه دوست پیدا کنیم. نمیشه که انسان تنها بمونه. انسان تنها اصلا نمیشه، ساختارش نیست. همین دوست پیدا کردن و مشارکت و دوستای ناباب، یهو میبینی رفتی توی برنامه چی؟ اعتیاد و گرفتار شدی. همین حالا یک تلفن دیگه داریم شمیران عزیز، اجازه بدین تلفن رو بگیریم. هم محلی عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر از اینکه زنگ زدید. بفرمایید. سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگانتون. مرسی. من یه مطلبی داشتم. من اصلا بگم من مسلمان هستم و مسیحی نیستم، ولی بل. چند وقت پیش اتفاق افتاد، حالا با توجه موضوع برنامه‌تون، یکی از دوستان بسیار عزیز من، همکار من، خانومی بودن و برادر ایشون معتاد بودن. متاسفانه خب ما خیلی تلاش کردیم که خوب بشن، ولی متاسفانه از دنیا رفتن. و بعد من تو مراسمش شرکت کردم. من تا حالا تو مراسم مسیحیانی که تو ایران بودن شرکت نکرده بودم. دعوت کردم و من شرکت کردم و با در واقع به نوعی با دین مسیحیت آشنا شدم. من فکر کنم حالا خیلی خوبه یه داخل پرانتزی مطلب بگم که یه تشکری میکنم از شما. من خیلی خوشحال شدم و بعد از اون با شبکه شما هم آشنا شدم، این از طریق همون همکار خانومم با شبکه شما هم آشنا شدم. این خیلی خوبه. این چی نقطه مثبتی که من در شما میبینم که واقعا تبلیغ دین خودتون رو میکنید و خیلی پسندیده است. این واقعا منو جذب کرد. حالا هر چند که شاید من به اعتقادات خودم باشم مسلمان باشم، ولی همین که شما مسیحیت مسیحی‌ها اینقدر جالب، اینقدر با فرهنگ تبلیغ دین خودتون می‌کنید، برای من خیلی جذاب. اول زنگ زدم که تشکر بکنم از شما که اینقدر واقعا دوست داشتنی و جذاب برنامه اجرا می‌کنید و به حاشیه نداری، به کسی نمی‌پردازی. یه مطلبی هم من تحت تاثیر این دوست قبلیمون قرار گرفتم. ایشون خیلی خوب صحبت کرد.
یه چیزی می‌خواستم به همین دوست قبلیمون بگم، با توجه به اینکه حالا ایشون تازه از این شرایط واقعا از مرگ نجات پیدا کرد، من واقعا به این دوست قبلیمون میگم، ایشون هموطن منه، ایشون فارسی صحبت می‌کرد، من خیلی هم دوستش دارم. این مطلب که واقعا همه شبکه‌ها مثل شبکه 107 پارس نیستن، بعضیا دقت کنن واقعا، بعضی شبکه‌ها واقعا دین ندارن. این دوست عزیز حالا بیا شبکه 107 پارس، حالا خیلی شبکه‌های دیگه که واقعا خوبن نگاه کنن، ولی حالا من نمی‌خوام اسم ببرم ایشون اسم بود، خیلی شبکه‌ها واقعا دین ندارن. یعنی هر جا که بحث از دین و دینداری، در هر دینی، حالا یکی یهودیه، یکی مسیحیه، یکی مسلمونه، یکی شیعه است، یکی سنیه، اینها با همه مخالفن. من از این دوست عزیز خواهش میکنم که تو این زمینه دقت کن، حالا شما هم اگر تونستید راهنمایی کنید واقعا واقعا در یا با... الو قطع شدش مثل اینکه، ولی واقعا من قطع شد متاسفانه، ولی کاملا گرفتیم که شما چی فرمودید. اجازه بدید اولا خیلی تشکر کنم از شما دوست بسیار عزیز و گرامی، شما هم محله ما هستید چه بخواید چه نخواید. حالا با برنامه‌ای که انجام بدیم و کلا فکر می‌کنم تمام تیم تشکیلاتی اینجا مردم رو روی اساس باور و ایده‌شون طبق بندی نمی‌کنیم، تقسیم بندی نمی‌کنیم، صحبت شما صحبت یک انسانیته و من واقعا تبریک میگم به شما که این چنین فکر میکنید. در ابتدا هم شما فرمودید مسلمان هستید، شما مسلمان هستید دوستتون داریم، شما مسیحی هستید دوستتون داریم، شما یهودی هستید اصلا کسی بی خدا هستش ما دوستش داریم، و برای اینه که واقعیتش همینه که ما اینو اگه درک بکنیم به اون مقام والای انسانی میرسیم که خود عیسی مسیح هم داره همینو تعریف میکنه. پس ما اینجا هستیم واقعا برای امید بخشی، نه برای احیانا خدایی نکرده کینه ساختن، کینه سازی، نمیدونم جدا کردن و مطالب دیگه. و شما کاملا راست میگید، ببینید آنچه که موجب بنا هستش باید تحقیق کرد، و اتفاقا کلام خدا خیلی زیبا میگه، کتاب مقدس میفرماید همه چیز رو تحقیق کنید با آنچه که نیکوس متمسک بشید. پس من ممکنه حالا یه برنامه رو نگاه بکنم، ولی همونطوری که زیبا فرمودید باید ببینم که مواظب باشم تحت تاثیر اون نشم. چقدر زیبا صحبت کردن شما میرانین آقا، من خیلی خیلی به اصطلاح به قول کتاب مدرسی لمس شدم و تشکر میکنم از شما بیننده و هم محله عزیز و گرامی. آمین، بسیار عالی. ما فکر میکنم دقایق همینطوری داره پیش میره و پیامک هم داره میاد، اگر آقای کارگردانم به ما اجازه بدن ما یه مدار بریم جلو، من میترسم که وقت کم بیاریم چون که این موضوع رو باید امشب به امید خدا تموم کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه هفته دیگه میخوایم ببینیم کریسمس در محله ما چی هستش. پس این برنامه هفته آینده است و من یه تقلبی دادم به پادشاه ایران حرفای خودشو قرار بفرمایید. شما ایران شما باز میبینیم در این داستان، میبینیم این دختر در تشنجاتی که براش پیش میاد میگه مرا تهدید به طلاق کرد و مجبور بودم بسوزم و بسازم، و از اینکه کم سن و سال بودم مجبور بودم حرفش رو، و بالاخره آخر سر به اعتیاد کشیده میشه. میبینید عامل دیگه ممکنه همون فشار و تشویق دیگران، اطرافیان، همسر خود آدم، پدر مادر، شاید بعضی موقع شاید خواهر برادر، و شاید میلتن اشاره کرده ما جوونا، شما جوونا، دوستان به خاطر که میان پیشتون و بهتون میگن که میبینن مشکلات داریم، میبینن در تنهایی هستین، ناراحت هستین، میگه حالا بیا، حالا اینو بکش، حالا اینو بخور، حالا اینو استفاده بکن، شنگول میشی، خمتو فراموش میکنی. اینجا اون فشار ناراحتی، فشار تشویق شوهر این خانم باعث میشه که این به راه کشیده بشه. شاید امروز شما در ناراحتی و مشکلات هستید، ولی تشویق یک دوست، تشویق یک همکار، تشویق یک شخص، یا شاید ممکنه خواهر برادر خودشون معتادن، میخوان شما در اون مسئله بیفتید، باعث بشه که به این مسئله کشیده بشه. و از این موقع برای تسکین دردتون، ولی امروز کسی هست که درد شما رو میدونه و دواش هم میدونه، میتونه اون درد رو دوا بکنه، سراغ دوست آشنا نرید. بله دقیقاً، من خیلی خوشحال شدم که شما ما رو هم در رده جوانان قرار دادین، خیلی خوبه، خدا رو شکر. اگه کتونم اینطوری بکنم خدا برکتتون بده. دقیقاً هم همینطوره، از وقتی که همه اینا ببینید زنجیرواره دیگه، ما نمیتونیم بگیم فقط یک عامل باعث تمامی ناراحتی ها میشه، عوامل مختلف دست به دست هم میدن، و مخصوصاً برای این خانم و
مخصوصا خب متاسفانه در محله، در جایی، در مکانی که زنها این حق و حقوق نداشته باشن، یه مقدار موضوع فقط مردسالاری باشه و یه مقدار تحقیر کردن خانوما باشه و صدایی نداشته باشن، بعد میبینیم که عامل یک قطبی شدن زندگی اونها میشه و نهایتا وقتی که معتاد میشن گویا که این خیلی خیلی زشته. من حتی شنیدم که مثلا میگن که حالا مرد معتاد بشه اشکال نداره ولی زن خیلی زشته. خب من میخوام بگم چه فرقی داره که حالا مگه مرد معتاد بشه زشت نیست؟ البته من کلمه اعتیاد رو باید مواظب صحبت کنم عزیزا، من نمیخوام شخصیت آن معتاد عزیز و گرامی، هم محله اون داداش گلم هستی، تو هنوزم که دار مصرف میکنی میتوانی، عیسی مسیح خداوند میتونه تو رو نجات بده. ما به همه شما عزیزان احترام قائل هستیم. پس اینجاست که شخص وقتی که یک قطبی میشه و میبینه که دیگه کسی محلش نمیذاره، کسی دیگه نیستش، دیگه اصلا براش مهم نیست، به اعتیاد که کشیده میشه به صورت عمیق میره تا اینکه بخواد خودش رو حتی از بین ببره و دیگه براش مهم نیست، خودش، آبروش، حیثیتش، پدرش، مادرش، شوهرش، اصلا بچهش چی بخوره چی نخوره، هر کاری رو میکنه. من با یه عزیزی که داداش گلم هستش، مدت هاست که هم ترک کرده و هم پاک شده و هم مسیح نجاتش داده، میگه که من یه روز آنقدر در این گرفتار اعتیاد بودم نداشتم، فقط رسیدم به خونه یه کاری بکنم، دیدم که بوی آبگوش میاد از زود پس، از اون دیزی هایی که هستن زود پر، میگه اونو با آبگوشتش گرفتم، برداشتم، بردم، فروختم. شما اصلا میتونید این تجسم رو بکنید؟ من میتونم بکنم، چون من میدونم چی داره میگه. حتی بچهاش گریه کنن، زنش که کجا داری میبری، این آخه غذای بچه هاست، کار نخواهد کرد عزیزان، به خاطر اینکه وقتی شما یه قطبی باشید یه همچین اتفاقی انجام خواهد شد. فقط یک چیز برات مهمه، معبودت، خدات، همه چیز میشه آن مخدر. این زن هم بعد از آلوده شدن همین شرایط رو داشت تا اینکه ببینیم شوهرش فوت میکنه و در این شرایط بعد به مسائل نابسامانی زندگی، تنهایی، احساس پوچی، بی‌ارزشی، بی‌پناهی، بی کسی، کسی رو نداشتن، حامی نداشتن، پشتیبان نداشتن، با شخص امین نباشه، شخص دلسوز کنار اون نباشه که دستش رو بگیره، و باعث میشه که برای تهیه محتاج احتیاجاتش، برای تهیه موادی که درگیرش شده، دوچار یک مسئله بدتر از اون که خلاف عقل و عرف و شرع هم حتی باشه به تنفروشی کشیده بشه. و امروز شاید شما اونی باشید که دیگه هیچ کس رو ندارید، بی پناه، کسی رو ندارید که دستتون رو بگیره و این مسئله از این جا بکشه بیرون. و همین نداشتن کسی خودش یک عامله، وقتی که کسی رو نداری که کمکت کنه، کسی رو نداری که دستت رو بگیره، کسی رو نداری که پشتیبانت باشه و بگه دخترم، فرزندم، عزیزم، برادرم، خواهرم، نرو سراغ اون. ولی باز امروز کسی هست که دست شما رو بگیره و صحبت آمین، دقیقاً کسی هست که این کار رو انجام بده. و نهایت قبل از این که بریم که یک ویدیو کلیپی داشته باشیم که بینندگان عزیزمونم بهتر بتونن چایشون رو بخورن، خوش به حالتون جو میتونید چای به همین حالا ما نمیتونیم چای رو بخوریم ولی خب آب رو داریم، خدا رو شکر میتونیم آب رو بخوریم. به همین موضوع ببینید، وقتی که در اون شرایط سخت قرار میگیری و میبینی که کسی حامی نداری، حالا چه از نظر تشکیلات دولتی، چه از نظر اجتماعی، مخصوصا مسائل فرهنگی، حتی باورهای مذهبی، مجبور هستی خودتو نگه داری، مجبور هستی متاسفانه تنفروشی بکنی و یا نهایتاً به باند قاچاق وارد بشی. و این دختر 17 ساله که حالا عمری از از گذشته و مجبور بود که این کار انجام بده، وارد باند قاچاق میشه و زمینی که وارد باند قاچاق میشه، به هر حال در دادن و تحویل گرفتن و این طور چیزا که اون سرسرا رو نمیگیرن، با اون اصلا کاری ندارن، اینا رو گرفتار میکنن و نهایتاً به زندان میفته. وقتی که در زندان میفته، چنان که من افتاده بودم، وقت زیاد برای تفکر داری، برمیگردی فکر میکنی آه من چی کارها کردم، دیگه دیر شده برای اون کارها، اما نباید امید رو از دست داد. و این زن میگه که من بارها خواستم خودم رو بکشم، چون که کار دیگه از دستت بر نمیاد، چون که از خودت حتی زده شدی و میخوای که راحت بکنی خودت رو. اما میگه فرزندان دارم. و حالا سوال بزرگی داره، میگه من نمیدونم چه بس سر بچه هام خواهد اومد. و شما من صادقانه فکر بکنیم، پدر مرده و این زن هم به این صورت افتاده، بچه ها میخوان چیکار بکنن، چیکار باید بکنن؟ آیا اینجا این بچه ها مقصر هستن؟ تقصیر دارن؟ تقصیر کیه؟ تقصیر خدا اصلا نیست؟
تقصیر ما انسان هاست که همدیگر رو دوست نداریم. تقصیر ما انسان هاست که فقط به لباس های همدیگر ممکنه فرق بکنیم، قیافه های همدیگر رو دوست داشته باشیم. اما آنی که دم خیابون افتاده توی روی کارتون خوابیده، بچه ای که مجبور گدایی کنه که درساشو بنویسه، اینا رو نگاه نمی کنیم. چرا؟ خاطر اینکه از مسائل انسانیت یه مقدار ممکنه دور باشیم. هم ملای عزیز این کارو نکنیم. من خودم شخصا چند بار خواستم خودکشی بکنم، دو بار خواستم با برق خودکشی کنم و چند بار با اووردوز کردن، یعنی بیشتر تزریق بکنم که در همون نشگی بریم دیگه به تموم بشه، نشد. ایمان دارم به خاطر امروز است که من اینجا بشینم شمای عزیز رو بگم که من معتاد بدبخت سالهای پیش، خداوندم عیسی مسیح دستم رو از گل لجن کشید، با تمامی کثافت‌هایی که من داشتم منو پذیرفت، منو بغل کرد، به من حیات بخشید. امروز تو هم همین کار رو میتونی انجام بدی. کافی است که این امید در تو به وجود بیاد و مطمئن هستم در این امید بخشی خداوند تو رو میتونه شفا بده، نجات بده و پاکت نگه داره، طوری که نه خودت برای خودت فقط افتخار باشی، بلکه برای همه، پدر، مادر، خواهر، برادر، زن، بچه، برای محلت، برای قصبه، روستا، شهر، کشورت. با ما باشید، یه ویدیو کلیپ ببینیم و برگردیم به برنامه. دنیا گمراه بود در ظلمت، نور جهان است عیسی. چه خوش نوری که تابان است، نور جهان است عیسی. کوری بودم بینایم کرد، نورش از ظلمت رهانی. ظلمت نداریم در عیسی، نور جهان. عیسی که در ظلمت و غم نور جهان است عیسی. به نورش بنگر تا باشو، نور جهان است عیسی. حیات نو، صلح دائم، آرامش و امید جان. عیسی ظلمت، نور جهان است عیسی. چه خوش نوری که تابان است، نور جهان است عیسی. کوری بودم بینایم کرد، نورش از ظلمت رهانی. ظلمت نداریم در عیسی، نور جهان است عیسی. دوستان عزیز برگشتیم هم علای گرامی به برنامه امشب ما موضوع اعتیاد هستش، بخش دوم که در ادامه برنامه هفته قبلی هستش. مریم خانم فرمودن ممنون از خواهش شما برادر میلتن، تشکر مریم خانم. خانم روت عزیز فرمودن سلام و خسته نباشید. در پاسخ به تلفن برادر عزیزم بدانید ما برای خداوند ایستاده ایم و او برای ما میجنگد، او سردار لشکر است. برای خداوندمون بیست، زیرا ما در همین جفا هستیم ولی رشد روحانی میکنیم. آفرین، آمین. اما احمد رضای عزیز هم گله‌ای داشتن که من گله‌شون هم بخونم. ببینید اینطوریه، ما آزادیم در این مورد، شکایت، گله، انتقاد همه رو داریم، یه تلفن هم داریم. پس این تلفن رو بگیریم و بعد برگردیم به احمد رضای عزیز. سلام عرض میکنم خدمت شما بیننده عزیز و محترم، بفرمایید. سلام، شب شما بخیر، خسته نباشید. سلام و درود به شما، بفرمایید. من خواهیم کنم خدمتتون یه سوالی داشتم. سوالم این هستش که من این شبکه‌های مسیحی رو که تماشا میکنم میبینم، بزرگواران مرتب بیان میفرمایید که به عیسی مسیح ما ایمان بیاریم، بعد با عیسی مسیح، با ایمان به عیسی مسیح مشکلات حل میشه، اعتیاد میره، مشکلات میره، طلاق میره، مرگ میره و و و. خب الان پس خود مسیحی ها
درصد بالایشون به هر حال دچار آسیب‌های خانوادگی اجتماعی و غیره هستن و اینها به هر حال ایمان به مسیح هم دارن، کلیسا هم میرن و اصلا هم که غسل تعمید کردن، اعمالش هم به جا آوردن و مؤمن هم هستن به عیسی مسیح، به عرض کنم که آموزه‌های اون. پس چرا مشکلات دارن؟ بعد گاهی من سوال میکنم، میگن که ایمان اونها ضعیف است، ایمان کاملی نیست. به هر حال اگر بنا باشه که ما مرتب به آینده احاله بدیم، به یک امر و شرط احاله بدیم که اصلا در هیچ شخصی شاید نشه پیداشتن، خب این فرقش با ادیان، با آموزه های دیگر مکاتب چی هستش؟ این شما میگید که اون مسیحی که ایمان داره اما اعتراض فرصت نشده، ایمان ضعیفه. خب این ایمان کامل کجا هست؟ که برقرار میشه؟ به هر حال کتاب مقدس حضرت عیسی میفرماید که اگر که بنده ظاهرا جوی گندی مقال من این عبارت رو ذهنم نیست، اگر ایمان داشته باشید دید کوه ها رو جابجا کنید، یعنی اعتیاد از اون کوه بلندتر و بزرگتر و حجیمتر و سنگینتر، این گونه که نیست. بعد وقتی که شخص اعتیاد خودش هم وقتی که مسیح هم نتونسته درمان کنه، یعنی حتی یک سر سوده هم ایمان نداشته. بله، خیلی ممنون از اینکه تماس گرفتید و مرسی اینکه آزادانه صحبتتون رو فرمودید. ما هیچ وقت در هیچ برنامه‌ای، حداقل من این رو نگفتم که شما بعد که به مسیح ایمان بیاری تمام مشکلاتتون حل میشه. اتفاقا اینطوری نیست. خیلی وقتا شما به مسیح میارید، مشکلاتتون از نظر مسائل روحانی ممکنه اجتماعی خیلی زیاد باشه، مثلا بگیرن بندازنتون تو زندان. ولی آماری که شما میفرمایید برای مسائل کلیسایی اینا اینطوری نیستش که حالا تمام ایمانداران طلاق گرفتن، همشون حالا در اعتیاد هستن. بله، ما انکار نمی کنیم، چه در ایران و چه در خارج، چه در دنیای اسلام و چه در دنیای مسیحیت و چه در دنیای بودا و چه در دنیای غیر ایماندار و بی خدایی، همه این مسائل و مشکلات هست. ما یک ندای امیدی رو داریم برای شما، نویدی رو داریم که اگر شما بیایید به پیش عیسی مسیح، من نمیتونم کاری بکنم، اما اگر بیایید پیش عیسی مسیح، اوست که شما رو با شما کار خواهد کرد. بله، او رسما میتونه خانواده رو شفا بده، او رسما میتونه معتاد رو نجات بده، او رسما میتونه یک شخص مریض رو شفا بده، حتی مرده رو زنده بکنه. این کار اوست. ولی این که ما بیایم حالا اینطوری تقسیم بکنیم که آقا ما گارانتی میدیم که تو فردا بیای مسیح این کارو میکنه، ببینید اینطوری نیست. هر دینی، هر مذهبی بشارت خودشو داره، ما بشارتمونو میدیم، نهایت کسی که به او ایمان میاره باید با او هماهنگی بکنه زندگیشو. دقت میفرمایید؟ پس پیغام ما این نیستش که گارانتی اینطوری بهتون بدم همین حالا من دعا میکنم و تو در اعتیادت نجات پیدا میکنه. من دعا میکنم، عیسی مسیح هم کمکت میکنه، اما تو هم باید قدم برداری. از تو حرکت، از خدا برکت. حالا ما میتونیم اینو بحث بیشتری داشته باشیم، شما چیزی میخواد بگید و برسیم به احمد رضا. اما تشکر واقعا از اینکه زنگ زدید و به هر حال نظرتون رو فرمودید. احمد رضا عزیز هم گله‌ای داشتن که فرمودن سلام و همه شما عزیزان رو دوست دارم، یه گلایه دارم از داداش میلتن، چرا منو فراموش کردی میلتن؟ میلتن چرا فراموش کردی؟ خواهش میکنم سری به من بزنید، دلم میخواد با صحبت کنم. داداش عزیزم خوشحال میشم و این گل رو تقدیم به شما بهترین میکنم. گل روزی رو هم فرستادن احمد رضای عزیز. اگر همون شماره رو داری فقط برام بنویس که بله، اون وقت من حتما تماس خواهم گرفت 100%. من مرسی که گله کردی تا من بتونم با تماس بگیرم. اما زهرا خانم هم از سری بخونم، با سلام به شما فرمودن فیض مسیح خداوند توی خواب هم شامل من شده. یه شب هنگامی که به رخت خواب رفتم گفتم ای عیسی مسیح، اگه تو زندگی من رو تغییر میدی و رو به بهتر میبری، همین امشب یه نشون به من بده. نمیدونم چه وقت شب بود که خواب دیدم توی یه محیط غریب که هوا دم غروب بود و چند نفر مشغول به کار بودن، منم اونجا و یه رودخانه بزرگ در اونجا جریان داشت. من و چند نفر بودیم که میخواستیم از این رودخانه رد بشیم. همراهانم برای رد شدن از آب به رودخانه زدن و زیر آب رفتن. تنها نیمی از سرشون روی آب بود. من بودم و تنها که انگام رد شدن از رودخانه فقط احساس کردم که به اندازه 2 متری از زمین بلند شدم و از رودخانه رد شدم، بدون اینکه با آب تماس داشته باشم و بدون اینکه دست من رو لمس کنه از آب رد شدم. بعد از اینکه بیدار شدم به خودم گفتم که این مسیح بود که به درخواست من پاسخ داده و نجات یافتم. هللویا، شکر، آمین. میتونه مشکلات و مسائل دیگه ای باشه. پیامک ها زیاد هستن و یکی از پیامک ها خیلی خیلی بزرگ زیاده، شاید دیگرش داریم برای هفته آینده بخونیم. اما مریم خانم هم
خدمتتون سلام عرض میکنم. فهمیدن سلام عرض ادب خدمت بردم بیتن و خواهرشان میران عزیز و مهربان. ایام خوشی رو براتون آرزو دارم. از حضورتون تقاضای دعا دارم. ازتون خواهش میکنم برام دعا کنید. مدت هاست افسردگی شدید دارم. من هم به نوعی اعتیاد دارم. اعتیاد شدید به خوردن. دیگه خسته شدم. ما یک بار از خونه بیرون نمیام. دائم گریه میکنم. از آینده ترس دارم. هر کدوم از بچه‌ام توی یه شهر هستن و از اونها دورم. وضعیت بدم روی دخترم تاثیر گذاشته. اون پزشکی میخونه و الان باید برای رزیدنتی درس بخونه ولی اصلا ارادهشو از دست داده و داره شبیه من میشه. از تنهایی دارم از پا در میام. همسرم هم توجهی نداره، اصلا فکر نمیکنه که من مشکل دارم. میگه افسردگی معنایی نداره. خواهش میکنم من و خانواده‌ام رو در لیست دعاتون قرار بدید. برای دخترم که فوق العاده دختر خوب و خداشناسی دعا کنید. دخترم جزو بچهای سمپاده بوده، جزو بچه های سمپاد بوده. من و بچه ها بیشتر از 10 سال است که ایمان داریم. یک دنیا ممنونتو میشه. من خواهرتون مریم خانم حتما این کار خواهیم کرد در وقت دعا. اما بهنام عزیز سلام عرض میکنم خدمتتون و پیامتون، چون که طولانی من معذرت میخوام. از سارا و بینندگان دیگه ببینم که روند چطور میشه. اگه تونستیم اگه نتونستیم هفته آینده حتما اینا رو خدمتتون خواهیم خوان، ضمن اینکه درخواست دعا هم داریم. شما بفهم. عزیزان، این داستانی که امروز گوش کردید و دلایلی رو که ما گفتیم یکی از میلیون ها داستانه. هر شخصی که در اعتیاد میفته داستان خودش رو داره. خیلی دلایل ممکنه باشه. بعضی برای تفنن میرن، شاید بعضیا به خاطر اینکه اینقدر راحت و آسون در دسترس مردم امروز در ایران، شاید خیلی خیلی راحت در دسترس باشه و خیلی ها به خاطر عدم آگاهی از خطراتش ممکنه برای این مسئله کشیده بشن. به هر طریقی، به هر دلیلی ممکنه زندگی به مسئله اعتیاد کشیده بشه و پیامدهای وحشتناک رو دیدیم که زندگی عزیزانی که شهادت دادن یا زندگی این خانم که چقدر ناامید. وقتی که مثلا خیلی از عزیزان امروز شهادتون برادر بود میگفت که ناامید نشید. وقتی که تلفن یه تلفن داریم بله ببخشید قطع میکنم شما رو. شما عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما. بیننده عزیز در دقایق آخر هستیم، اگر لطف کنید یه مقدار کوتاه‌تر ولی بفرمایید، میشنویم شما رو. میلتن جان سلام. سلام عزیز، بفرمایید. خوبی میلتن؟ کریم هستم تهران. یه دفعه دو دفعه هم باهات صحبت کردم. خدا برکت بده کریم جان، خوشحالم که تو برنامه صداتون رو دارم. قربونت برم. اتفاقا هم پیشا پیش کریسمس رو به همه تبریک میگم. بعد باعث افتخار مایی شما. همه جا ما صحبت میکنیم، باور کنیم همیشه یادتون هستیم. مرسی. بعد تولد من بود، تولد 15 سالگی من بود. اه بر تولدت مبارک. ممنون میلتن جان، لطف داری. ما همیشه باعث افتخار برنامهاتون رو دنبال میکنیم، واقعا لذت میبریم. خدا رو شکر، خدا رو شکر. مرسی، مرسی کریم جان عزیزی که تشویقمون کردی و خدا برکتتون بده. ادامه بدید و همینه که اون صحبتی که دوست عزیزمون فرمودن، خب اینه، ببینید کریمی هستش که ایمان آورده و داره با مسیح راه میره و زندگیش عوض شده. ایمان واقعی به عیسی مسیح همینه. بفرمایید شما. ادامه بدیم. اگه امروز این برنامه رو میشنوی امروز و ناامیدی و امروز شخصی میگه در اعتیاد ما دریافتیم که جهنم درون ماست، اگه امروز شما میشنوید و فکر میکنید همونی هستید که جهنم در درون شماست و جهنم رو یک جوری به خانواده آوردید و میسوزید، حالا به هر دلیل، شاید دیگران باعث شده، شاید ناامیدید، میگید نمیتونم، قوتی ندارم، قدرتی ندارم، اصلا ناممکنه، ولی امروز خبر خوش اینه که کسی هست، فقط کافیه که دستتون رو به او بدید. کسی هست که دست شما رو بگیره، کسی هست که شما رو از این جهنم بکشه بیرون، کسی از شما رو از این آتشی که یا خودت به هر علتی یا دیگران برات روشن کردن داری میسوزی، خودت هم میسوزی و باعث سوختن دیگران هم میشی، کسی هست که دست تو رو بگیر، از این گل لجن بکشه بیرون و پای تو رو بر روی صخره بذاره، همینطور که زندگی میلتن و هزاران نفر زندگیشون رو عوض کرد. امروز کسی هست که تو رو بیرون بکشه. کافیه دست تو بگیر، کافیه تصمیم بگیری. در متا باب 28:11 میگه بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گران باران، من شما را آرامی خواهم بخشید. خیلی با قوت، من، او میتونه. فقط کافیه که قبولش کنید، دلی تازه به شما بده، فکری تازه، روحی تازه برای شما بده، زندگیتون عوض کنه. وقتی که او میتونه زندگیتون عوض کنه، چرا کماکان میخواهید زندگی کهنتون رو با وصله و پینه و این و اون نگه دارید و هم خودتون بسوزید هم دیگران، مثل این
خانم که گفتن، ولی اون میتونه خلقت تازی به من و شما بده امشب. فقط کافیه که دستمون رو در دستش بذاریم. در مکاشفه باب سایه 20 میگه او بر در قلب ما ایستاده میکوبه، اگه در رو باز کنی او وارد میشه، او وارد میشه که زندگی من رو تو رو عوض کنه. فقط کافیه در رو براش باز بکنیم که اون وارد بشه. وقتی اون وارد بشه همه چی عوض میشه. اگر رنجوری مریض هستی اون میتونه شفا ببخشه. اگه امروز پریشانی ناامیدی اون میتونه شفا بده، آزادی ببخشه. اگه امروز حس میکنی که ضعیفی ناتوانی، امروز میتونه اون قوت رو به تو بده. تنها امید شادی، خوشنودی، آزادی در او هست. اون میتونه. اگه فکر میکنی اعتیاد کلمه خیلی بزرگیه، ناامید کننده است، ناممکنه. وقتی که کلمه ناممکن میاد ما ناامید میشیم، ولی بدونید که خداوند ما عیسی مسیح در ممکن ساختن ناممکنها متخصصه. او میتونه ناممکنها رو ممکن بسازه امشب. ولی کافیه که در این تجربیات منفی زندگی منوش تو فرصتی مثبت برای خداوند ما عیسی مسیح بدیم. او وارد میشه، با اعتماد وارد میشه و همه چیز رو عوض میکنه. کافیه فقط تصمیم بگیریم. شاید امروز خیلی ها برای ما تصمیم گرفتن، ولی امروز بیاییم خودمون برای زندگیمون تصمیم بگیریم و او وارد بشه و همه چیز رو عوض میکنه. خیلی ممنون، مرسی شمیران برای این امید بخشی و خدا برکتتو بده. واقعیتش هم همین هستش. ببینید همینطوری که شمیران فرمودن و به زیبایی این بشارت رسوندن، چاره ای وجود داره. دو تا نکته مهم هست. یکی این که وقتی که شما ببینید دیگران آزاد شدن، تشویق میشید. مثل همین برنامه‌های NAAA که من خیلی خودم شخصا احترام خاصی دارم با اونا. یک برنامه دیگه هم هستش به نام MM و این MM محله ماست که میتونه شما عزیزان رو کمک بکنه در این راستا. و یک نوید و ندای امیدبخشی هستش. ببینید نه هم محله عزیز ما آقای کشیش، نه هم محله عزیز ما آقای آخوند، نه هم محله عزیز ما آقای دکتر و همه اینا خوبن، همه اینا خدا رو شکر دارو غیره، همه اینا خوبن، اما نجات دهنده عزیزان یک نفر است. وقتی که پیش نجات دهنده بیای و بگی مطلب تو، او میتونه کمکت بکنه. اما بر اساس این آیه رومیان 12:2، رومیان 12:2، هم شکل این جهان مشوید، همین سیستمی که داریم، بلکه به تازگی ذهن خودتون صورت خودتون رو تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست. پس من اگر بیام ذهنم رو عوض کنم، فکرم رو، اون وقت خیلی اتفاق خواهد افتاد. من دوستان عزیز و گرامی هم چون میریم برای دعای آخر، بنام عزیز خیلی زیبا، من فقط خیلی اجمالی زود خوندم، نوشتید هفته دیگه اجازه بدید چون وقتمون نخواهد رسید، 2-3 دقیقه بیشتر نداریم. همچنین سارای عزیز، سجاد گرامی، شاهرخ عزیز، فاطمه خانم گرامی، اینا رو هفته آینده میخونم. فقط یه خطی هستش که خیلی نظرم رو گرفت، در اینجا اینو فقط خیلی سریع بخونم براتون، که از شیراز بیننده فرمودن: سلام، شهادت میدم یک سال پیش خورشید از غروب طلوع کرد. تولد عیسی مسیح خداوند شاد باش بر کل جهان. در عیسی مسیح طلوع و غروب ها واقعا عجیب غریب میتونه بشه. اما اجازه بدید بریم برای دعاها شمیران و بعد برنامه رو تمام خواهیم کرد. بسیار عالی. پس من تا دعای مرجان خانم، شما هم از احمد رضا ادامه بدید. با هم متحد بشیم عزیزان در نام خداوندمون عیسی مسیح. پدر آسمانی، برای رشد ایمانی و حکمت جعفر دعا میکنیم. به نام عیسی مسیح عملی عزیز ما رو کمک کن برای برکات مالی و برطرف شدن مشکلات مریم خانم، همچنین برای آزادی همسر و پسرشون از بند اعتیاد مینا خانم و تحصیلات دختر، مخصوصا شفای چشم یکی از پسرهاشون دعا میکنیم. برای مریم خانم از هلند، برای همسرشون، فرزندانشون، ای خداوند لطف تو رو میطلبیم به نام عیسی مسیح. و مینو خانم برای سلامتی و زایمان الهام، به نام عیسی مسیح دست زورآور تو برای این عزیزان قرار بگیره. و مرجان خانم برای علی که همواره دعا کردیم، بازم ای خداوند مایوس نخواهیم شد، برای رهایی از اعتیادشون و امتحان محمد و موفقیتش، به نام عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین. خداوند در نام عیسی مسیح احمد رضا رو به حضور تو میاریم برای زندگیش، آرزوهاش، خواستهاش، نقشهاش، هدفهاش. برای زهرای عزیز، برای حضور بیشتر عیسی مسیح در زندگی خودش و خانوادش، خداوند در این زندگی حضور تو هر روز دیده بشه و پر کنه زندگی. برای سجاد دعا میکنیم، برای تقاضای دعا بابت کسب و کارش، به نام عیسی مسیح خداوند، خدایی که مهیا میکنی، خدایی که میرسونی، خدا این در رو باز کن برای کارش. برای بیننده دیگه، برای شفای بیماریش دعا میکنیم در نام عیسی مسیح. آمین. آمین.
متشکرم از مصاحبه شما بینندگان عزیز، عزیزانی که تماس گرفتید، پیامک فرستادید و همچنین از شامیران و همچنین از تیم محله ما، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. هفته آینده موضوع برنامه ما این خواهد بود، کریسمس در محله ما. تکرار این برنامه رو میتونید پنجشنبه ساعت 10:30 صبح و جمعه 3 بامداد مشاهده بفرمایید. شما هم محله عزیز و گرامی ما هستید، در هر دین و باور، هر وضعیتی هستید، ما شما رو دوست داریم با تمام قلب و وجود. شب عالی رو براتون آرزو می‌کنیم. شب بخیر. شب بخیر.